اوکی، خب به نام خدا. بچه ها امیدوارم همتون حالتون خوب باشه و الان جمع شده باشین، چون من دسترسی ندارم در حال حاضر ببینم که کیا هستن یا چند نفر هستن، ولی بهداد گفت که شروع کنم. اگر صدامم ندارید لطفا بگیم بلندتر صحبت میکنم و بهداد بگیم بلندتر صحبت میکنم. خب شروع میکنیم. ساعت 7 و بعد از ساعت کاریه. امیدوارم همگی خسته نباشیم. میریم یه ارائه خیلی کوتاه، نه چندان بلند داشته باشیم، راجع به یه موضوع خیلی جالب که من خیلی دوستش داشتم و از وقتی که یادش گرفتم همیشه ازش استفاده میکنم. راجع به کاتلین دی اس ال هست کلن که ما بیان فایل های گریدلمونو با کاتلین بنویسیم، دیگه از اون گروبی بیایم بیرون و کاتلینش کنیم. قراره تو چند تا اسلاید اصلا بگم که کاتلین دی اس ال کی هست و چرا ما باید از گروبی بریم مثل کاتلین و مزایاش چی هست. خب شروع میکنیم، ولی قبلش من یه معرفه از خودم داشته باشم. من سنا عبادی هستم، برنامه نویس اندروید نیتیو میزنم کاتلین جاوا. در حال حاضر با تیم فراز پردازان همکاری میکنم و خیلی خوشحالم که این فرصت به من داده شد در لاکت یک ارائه هرچند کوتاه داشته باشم. خب میریم که داشته باشیم، ولی قبلش میتونید منو توی شبکه‌های اجتماعی مختلفم با ایدی سنای عبادی 97 دنبال کنید. اول اینکه اصلا کاتلین چی هست؟ کاتلین دی اس ال چیه؟ خب ببینید، ما الان داریم همه از گروبی استفاده میکنیم و گاهن هم خیلی ها دارن از اس کیو ال استفاده میکنن. و بهتون بگم که در حال حاضر شما اگه دارید از گروبی یا اس کیو ال استفاده میکنید، دارید از دی اس ال استفاده میکنید، یعنی زبان دی اس ال. در واقع دی اس ال یک زبان برنامه نویسی هست که مخفف دومین اسپسیفیک لنگویجه، که یک تایپ از بر زبان برنامه نویسیه که خیلی خانا، یعنی به خانایی و ترتمیزی کد اهمیت میده. فقط یه مشکل این که داره اینه که فقط توی زمینه خاص ما میتونیم ازش استفاده بکنیم، که الان مثلا قراره فقط بتونیم برای استفاده توی فایلای گریدل ازش استفاده بکنیم. مورد بعدی اینه که راجع به کاتلینه، که کاتلین خیلی قدرتمند هست، سیف هست و بر اساس جی پی ال یعنی جنرال پرپوز لنگویج کاتلین یه سری فیچرهای خیلی خیلی ترتمیز خیلی خوب داره که باعث میشه ما کدهای ترتمیز و مینیمال داشته باشیم. در واقع حالا استفاده از لامداش و این چیزاش هست که باعث شده این قدرت رو بهش بده. یه لایبرری انکو اگه اشتباه نکنم بود که الان منسوخ شده، این لایبرری که واسه جت فرینز هم بود اومد با استفاده از کاتلین دی اس ال اومد اندرویدی پی آیش رو ترتمیز کرد و ساخت و خیلی عمده ترش هم روی فایلای XML لیوتش بود. حالا یه چیزی که هست، یه موردی که هست اینه که خود کاتلین دی اس ال از خودش سینتکسی نداره، یعنی یه چیزی نیست که ما بخوایم بتونیم ازش استفاده کنیم، باید با استفاده از یه لنگویجی، با استفاده از یه زبانی استفادهش کنیم که در این مقطع که ما میخوایم استفاده کنیم کاتلینه. یعنی ما کاتلینو، یعنی دی اس ال رو در کاتلین چیکار کنیم؟ به نمایش میذاریم و استفاده میکنیم. اگه میخواین اطلاعات بیشتری راجع به این چیزا بدونید، یه لینک گذاشتم که این اسلایدا رو بعداً براتون قرار میدم، توی گریدل کاتلین دی اس ال پرایمر هست که میتونیم بیشتر راجبش بخونیم. خب حالا کاتلین دی اس ال به ما یه سری قولها میده، در واقع میگه که آقا اگه شما بیاید از کاتلین دی اس ال استفاده کنین، من این چند تا قول رو به شما میدم. اول اینکه یک استاتیک تایپ و سیف هست که اینو داره از کاتلین به ارث میبره، چون ما میدونیم کاتلین یک زبان سیف و استاتیکالی تایپه. مورد بعد اینه که یک تجربه ویرایش، یک تجربه خیلی حرفه‌ای برای همون ایدیتینگ به دست میاری، یعنی ویرایشگر ایدی به دست میارید، که اینم باز از کاتلین به ارث برده. یه مورد دیگه اینه که اون قابلیت همکاری که بازگرات های موجودو داره کاتلین دی اس ال، که مثلا جی وی ام لنگویج باشه.
خانایی خیلی بالایی داره مثل هر DSL دیگه ای و اینکه خیلی قوام و قدرت بالایی داره. و خب در ما این پروژه کاملا ما داریم یه زبان استفاده که کاتلینه، یعنی با استفاده از کاتلین قدرتش رو حفظ میکنه. و اینکه یه خورده بگم چرا داریم از گروبی میایم بیرون و میریم سمت کاتلین DSL، خیلی کوتاه بخوام بگم اینه که گروبی یه داینامیک تایپ، یه زبون داینامیک تایپ هست و الان که ما داریم استفاده میکنیم گاهن خیلی سخت شده که ما بخوایم یه اسکریپت برای اندروید رو باهاش بنویسیم یا ایجاد بکنیم. یکی از ضعفاش این بود که اون برای نوشتن اسکریپت ها اون IDE پشتیبانی نمی کنه، یعنی خوب ساپورت نمی کنه پشتیبانی اون IDE و واقعا این ضعف خیلی بزرگی هست. یکی دیگهش پرفورمنس ایشوه، یعنی اون پرفورمنس مطلوب ما نمیده. یکیش اینه که اون ارورایی که میده ران تایمیه عوض اینکه کامپایل تایم باشه. خب و واقعا این درست نیست، یعنی به جای اینکه بیاد در زمان کامپایل به ما ارور بده در زمان اجرا به ما ارور میداد. دیباگ کردنش واقعا سخت هست الان فایلای گروبی با گریدل و همچنین ریفکتورینگش هم واقعا دشوار و سخت است. حالا برای اینکه بیشتر راجبش بخونین، من مقالاتی رو نوشتم و یک پروژه که بعدش هم بهش دسترسی داشتین و کامل روی کاتلین DSL هست رو گیت‌هاب گذاشتم. مدیوم و ریور هم مقالاتش رو نوشتم. الان تموم اون تئوریامو تموم شد، میرین سمت اینکه پروژه رو بیاریم و یواش یواش پیش بریم و توی چند مرحله بتونیم از گروهی به کاتلین DSL در واقع مهاجرت بکنیم. یه نکته ای که هست اینه که شما باید حتما گریدل 5 به بالا داشته باشین، یعنی در واقع این فیچر گریدل کاتلین DSL واسه گریدل از گریدل 5 به بالا اومد. اول چیزی که دقت کنید اینه که الان ما آخرین گریدلمون این نسخه ای هست که من دارم برای چیز استیبلی که دارم، دقت کنید که 5 به بالا باشه. اولین نکته این بود که باید میگفتم خدمتتون. اولین قدم اینه که شما بیاید تمامی سینگل کوتا رو به دابل کوت تبدیل بکنید. یه راهش، چون این فایل ها خیلی زیادن، یه راهش اینه که ما از شورتکات کنترل شیفت آر استفاده بکنیم و بگیم هرچی سینگل دیدید تبدیلش کن به دابل و ریپلیس آل میزنیم و ریپلیس میشه. خب یعنی این اولین مرحلهش اینه که ما بتونیم همه یه اون سینگل کوتیشن ها رو تبدیل به دابل کوتیشن بکنیم. الان این تبدیلش تموم میشه، تموم اینا تبدیل شد به دابل کوتیشن. اگه دقت کنین مرحله دوم اینه که حالا بعد از اینکه این تموم بشه، مرحله دوم اینه که ما بیان تمامی این اسپیس ها رو ببینید، اینجا ما اسپیس داریم، بیان تمامی اسپیس ها رو یا تبدیل به پرانتز بکنیم یا تبدیل به یک علامت مساوی، یعنی یه ایکوالزش کنیم در واقع. حالا برای کدوم پرانتز بذاریم، برای چی پرانتز بذاریم، برای چی ایکوال بذاریم. خب من یه ترفندی که بلدم اینه که شما اگه کلیک بکنی روی این کیبوردا و یه حالت کلیکبل داشته باشه و شما بتونی یه حالت یه کلاس رو باز کنی، اینا حالت فانکشن داره. پس برای اینا باید چیکار کنیم؟ پرانتز بذاریم. خب حالا من نمیخوام وقتمون رو بگیرم، بعد آماده میارم اینا رو میذارم، فقط میخوام برای نمونه چند تاشو بهتون نشون بدم. میایم برای اینا پرانتز میذاریم. خب مثلا اینو ببینید، اینم باز پرانتز میخوره. خب ولی اینا که اصلا کلیک میکنی هیچ اثری نداره، یعنی کلیکبل نیستن، اینا رو ما با چی پر میکنم؟ البته برای مینو اینا یه خورده
چیز هست، استثناء اینجا وجود داره، ولی مثلا برای اپلیکیشن آی دی همچین چیزی نیست. اینو ما میتونیم با یه مساوی درست کنیم، برای همه همینجور باید باشه. و این مساویه و اینو ما میایم پرانتز میذاریم و الی آخر. اینو برای تمامی اون فایلای گریدلی که داری باید انجام بدیم. یه دونش اینه، یه دونش اینه، یه دونش اینه. این برای تک ماژولیه. اگر شما چند تا ماژول داشته باشید باید برای همه گریدلاش این کارو بکنید حتما. خب قدم بعدی چیه؟ قدم بعدی اینه که ما بیایم این اپلای ها رو که داریم همشو بیایم توی کیوردی به اسم پلاگین قرار بدیم. خب یعنی اینجوری، و یا آکولاد باز کنیم و اینها رو به اسم آیدی بهش بشناسونیم. یعنی ما اینو بر میداریم میذاریم اینجا میشه این. برای بعدی باز همین کار رو میکنیم، اینو بر میداریم میذاریم اینجا. برای اینم که اکستنشن هست همین کار رو میکنیم و اینو کلن پاک میکنیم و اینو دوباره سینک کنیم. اینجا کلی ارور به ما میده چون ما تمام اون مراحل رو انجام ندادیم. یعنی ما باید تمام این مراحل رو قشنگ برای همه اون فایل ها انجام بدیم که به ما ارور نده. ولی خب چون نمیخوام وقتمون هدر بره، فقط برای نمونه باهاش اینجوری رفتار میکنم. خب شما هرچی پلاگین داشتین شما باید اینجوری به این ترتیب به این صورت بنویسید حتما. قدم بعدی چیه؟ قدم بعدی اینه که ما بیایم به فایل های گریدلمون یک تغییر نیم بدیم در واقع و بهشون KTS اضافه کنیم. به این صورت KTS. برای بعدی همینجور من دیگه NF2 میزنم، فقط خواستم بهتون نشون بدم که قراره رینیم بکنم. اینم همینجور میگه که میخوای که ریفکتور کنی، میگم بله. اینم همین. باید حتما اون پسفندشون رو به KTS یا KTS عوض کنیم. این به این صورت میشه. مرحله بعدی اینه که توی اون، حالا اینو ببینید، اینم از این، اینو باید تبدیل به این بکنید البته چون اینم بر میخوره به همون مرحله دوم. مرحله بعدی اینه که ما توی فایل بیلگریدل سطحمون، خب اینو میبینید تسکلینوم، این کلن عوض میشه و به این صورت باید در بیاد. این کلن عوض میشه خب و به این صورت در میاد، به این صورت. یعنی اینو یه جوری یه حالت ثابت داره که به این صورت قراره در بیاد و ما اینو در میاریم و قرارش میدیم. این ارور رو اصلا چیز نکنید چون این ارور رو برای منه، یعنی برای منی که الان دارم ناقص کار میکنم. اگه شما همه این استپ ها رو به ترتیب انجام بدین برای تمامی فایل هاتون این مشکل پیش نمیاد. استپ ها رو نوشتم تو مقاله خیلی ترتمیز، میتونید بهشون دسترسی پیدا کنید. یه ادیت دیگه که حالا ادیت سینتکسی داشته باشه، ادیت این شکل داشته باشه، توی بیلد گریدله، توی قسمت بیل تایپ بمون، ما دیگه ریلیز نداریم، یه همچین چیزی نداریم. ما یه دونه گت نیم می نویسیم براش و این ریلیز رو به صورت استرینگی در میاریم و اینجوری می نویسیم. و برای اینکه آقا این مینیفای این اول هست یا نه، این هم به این صورت باید دراریم. اینو قشنگ یا حالت بولیانی باید دراریم. و برای پروگارد فایلم کلن این عوض میشه، کلن این عوض میشه و به این صورت درمید، به این صورت درمید. یعنی این باید حواستون به این بیل تایپه و این کلینه باشه که کلن اینا عوض میشه. خب یعنی کلن این عوض میشه، به این صورت گت نیم درمیاد و این کلن این کیوردش عوض میشه و به این صورت ما بیل تایپ رو دخواهیم داشت. بعد قدم بعدی دیگه ما
چیز ادیت همچین شکلی نداریم. حالا یه ترفند دیگه که کارتون راحت باشه اینه که یه آلت رو نگه دارید و مثلا اینجا شما یه دونه پرانتز قرار بدین برای همشون اعمال میشه. یه ترفند اینه که این شما این کار رو بکنید، من کار رو میکنم سریعتر انجام میشه. خب قدم بعدی چیه؟ قدم بعدی اینه که ما بیایم توی سطح پروژه‌مون، خب اینجا یه دونه دایرکتوری چیکار کنیم به وجود بیاریم. یه دونه دایرکتوری به وجود بیاریم، مثلا اسمشو دلخواه میتونیم بذاریم. من میذارم build src. خب این از این. توش میریم چیکار میکنیم؟ توش یه دایرکتوری دیگه میسازیم به اسم src. توی src چی میذاریم؟ توی src باز یه دایرکتوری دیگه به اسم main میسازیم. خب توی main چی میسازیم؟ یه دایرکتوری به اسم جاوا. خب این تایم. بعد توی این جاوا ما میام یه فایل کاتلینی، خب یه فایل کاتلینی درست میکنیم. حالا دیگه نمیدونم این فایله، حالا اسمشو هر جور هر طوری دوست دارید میتونید بذارید. ببینید چون اینجا ما قرار دپندنسی هامون رو داشته باشیم، میتونید اسمشو مثلا بذارید dependencies kt. خب مثلا این اسمشو میتونید اینو اینجوری بذارید. خب بعد من قراره تو این بیم یه سری آبجکت ها رو بذاریم که مربوط به دپندنسی هامون میشن. شما به نظر معقول اینه که شما توش مثلا بذارید یه چیزی که مربوط به دپندنسی باشه. خب حالا مرحله بعدی اینه که ما این کلاس رو داریم و باید این کلاس رو ما پر کنیم. این کلاس با چی پر میشه؟ این کلاس مربوط به دپندنسی هامون میشه. اینا رو میبینی؟ اینا همه دپندنسیه. خب مثلا اینا که مثلا حالا مین استیکر ورژن چی باشه، تارگت چی باشه، یا مثلا حتی بیل توز، کامپایل، حتی اپلیکیشن آی دی، دیگه ورژن جاوا، دیگه اینجا اگه بخوام بیام مثلا ورژن کاتلین، کلاس پسایی که دارم برای ورژن گریدل و اینجور چیزا همه توی این انجام میشه و ما اونجا فقط اونا رو کال میکنیم به قولی. توی همین، حالا برمیگردم دوباره رو چیز پروژکت، توی همین فایل، خب اینجا ما میایم یه در واقع یه فایل داره میسازیم به اسم build griddle. خب آخرش هم پسانش همی کاتی است. توی این شما باید یک فایل بذارید، یه چیزی بذارید که ثابته. یعنی من اینو توی مقاله نوشتم، یعنی گذاشتم، شما فقط اینو باید کپی پیست بکنین و اینجا قرار بدید. خب و این load script configuration هم باید بزنید که اون کانفیگی که برای اون script هست load بشه. در واقع این ثابته، یعنی شما فقط این میتونید ورژن کاتلینتون رو عوض کنید که الان ورژن کاتلین 72 هست، شما فقط اینجا میتونید 72 اضافه کنید. خب من میتونید اینجا 72 اضافه کنید. این ثابته، یعنی شما فقط اینو کپی پیست میکنید و قرار میدین در این فایل. این داره در واقع اون اسکریپتتون رو چیکار میکنه؟ وجود میاره. خب حالا ما میریم سراغ همون فایلی که ساختیم برای دپندنسی کیتی. ما اینجا میریم چیکار میکنیم؟ میاییم مثلا اول اینکه میخوایم کاتلین ورژنمون رو داشته باشیم. مثلا مینویسیم قشنگ مثل کاتلین دیگه، توی کاتلین مینویسیم کاتلین ول فلان، کاتلین ول فلان، آبجکت فلان. اینجا هم همینجور مینویسیم مثلا ورژن و مثلا چیه توی حالت استرینگی 1 مثلا 3 72. این از این. مثلا قدم بعدی ما میخوایم مثلا اینجا دپندنسی هامون رو شما داشته باشین. دپندنسی ها مثلا این نویگیشن ها، خب مثلا نویگیشن ها توی خانوادن در واقع، درسته؟ توی خانوادن و اون چیزشون، اون ورژنشون هم یکیه. مثلا می نویسی object navigation
navigation اینجا اشتباه نوشتم navigation version حالا هر جور دوست داری میتونیم بنویسیم و اینجا کلاد رو میبندیم. اینجا مثلا میای مینویسی const val مثلا navigation اوپس navigation version حالا چند بود؟ 2.3.0 و میایم اینجا به این صورت می نویسیم که const val navigation component و navigation رو میایم میذاریم اینجا و یه دلار ساین و navigation version در واقع همین اینه و برای بعدی هم همین صورت میایم این فرگمنتشه میایم اینجا و اینجا قرار میدیم و خود ورژنش همون بود. این آکولادو میبندیم. حالا ما میخوام اینو فراخوانی کنیم، چطور فراخوانیش کنیم؟ این الان مسئله است. میام این نویگیشن ها رو اینجا من جدا میکنم چون دارم روشون کار میکنم و میذارم اینجا. حالا این چون سینک نشده یه خورده داره بازی در میاد. ما روی این کار میکنیم. میام چی کار میکنیم؟ میام میگیم که اسم این اسکوپمونو، اسم این آبجکتمونو برمیداریم و میایم اینجا کل اینو پاک میکنیم. البته من اسم اینو باید بذارم مثلا فرگمنت چون با یکی فرق داره با بالایی دیگه. و اینجا ما میایم مثلا اگه الان شما گریدلتون بیلد شده بود خیلی ترتمیز بود برای شما اوتو کامپلیت میداد که آره مثلا اینجا کدومشو میخوای و انتخاب میکردی، ولی چون ما اینجا ارور داریم و همه اون کارا رو چی میگن همشو کلی انجام ندادیم اینجا داره به ما این ارور رو میده، یعنی اون اسکریپت کاملا لود نشده. ولی وقتی که شما قشنگ همه چی رو پیش ببرید به شما میگه که کدوم یکیشو میخواید. حالا مثلا این نویگیشن کامپوننت برای فرگمنت بود دیگه و من اینو برمیدارم و میذارم اینجا، یعنی اینجوری این فراخوانی میشه. برای بعدی من دوباره نویگیشن ورژن رو اینجوری قشنگ برمیدارم و بهش اینو میدم. بچه بی خوره به اسامی دقت کنم، من اسم خوب براش نذاشتم. مثلا اینجا مثلا میشد نویگیشن کامپوننت و مثلا اینجا نویگیشن یو آی و مثلا اینجا نویگیشن فرگمنت و مثلا نویگیشن ورژن، خیلی ترتمیزتر میشه اینجوری. خب دقت کنید که برای خودتون بهتر جا بیفته و گیج نشین در واقع بعدم. حالا من یه مورد دیگه شم همین کار براش تغییر میدم برای مثلا این قسمت، برای مثلا کلاس پسا. خب من اینو برمیدارم کلن و میرم مثلا توی بیلد یه چیزی میسازم به اسم من یه آبجکتی میسازم اینجا این اسکوپشو میبندم یه زوم به اسم بیلد پلاگین نداره دیگه چیزو. خب و مثلا یه آبجکتی بهش میدم، یه آبجکتی داخل یه آبجکت هست که مثلا ورژن هست. من ورژنش چی هست؟ ورژنش چند بود؟ 4.0.1 ورژن گریدل ما هست. و اینو ببخشید این آبجکت بود یاد این حواسم نبود، این کانست وله و مثلا می نویسی گریدل ورژن پلاگین ورژن
سعی کنید توی گذاری دقت بکنید که بعدا به مشکل نخورید. 4-0-1 بود و ما اینجا میذاریم 4-0-1 و بعد اینو میبندیم و میایم اینجا و میگیم const val gradle plugin و میایم اینو قشنگ کپی پیست میکنیم، اینو برمیداریم اینجا و اینجا قرار میدیم فقط برای چیزش. میایم اینی که نوشتیم و اینجا از ورژن و گریدل اینجا به این صورت مینویسیم. دیدین قشنگ ما اومدیم ورژنش رو توی ول گذاشتیم، توی فیل گذاشتیم و بعد توی آبجکت دیگه گذاشتیم. ببینیم به اون صورت که بالا نوشتم میشه نوشت. اگه میخوان خیلی دستبندی تر بنویسین، یعنی حالت ترتمیزتر بنویسین، به این صورت هم میتونی بنویسین. خب حالا ما اینو داریم و فقط ما اینو ور میداریم و میایم اینجا اینو کلن پاکش میکنیم و بهش میگم که از چی بخونه؟ از اون بیلد. به اینجا چی بود آبجکتش؟ بیلد پلاگین بود دیگه. میگم بیلد پلاگین و اگر الان میگم اگر خیلی قشنگ چیز بود سینک شده بود، اینا همه خود به شما چیز میداد، به شما پیشنهاد میده که آره کدوم رو الان میخوای و ما این به این صورت اینو اینجا مینویسیم. اینو دیگه هم اینجا برمیداریم بعدا به اون صورت کاتلینی باید درش بیاریم.